با پایان مهلت قانونی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تشکیل کابینه به نظر میرسد روون ریولین رئیس جمهوری آن کشور به زودی سیاستمدار دیگری را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد شهرام بهرامی نژاد گزارش می دهد. مهلت چهار هفته ای بنیامین نتانیاهو برای تشکیل یک دولت اطلافی جدید سهشنبه شب پایان یافت و آینده سیاسی او با ابهام روبرو شده است آقای نتانیاهو بیش از هر فرد دیگری در تاریخ اسرائیل پست نخست وزیری را در اختیار داشته و پس از چهار انتخابات در دو سال اخیر در جلب رضایت سایر احزاب و گروه ها برای تشکیل یک اطلاف پایدار شکست خورده است. یوهانان پلنسر رئیس اندیشکده انستیتوی دموکراسی اسرائیل میگوید متاسفانه برگزاری پنجمین انتخابات متوالی یک احتمال واقعی است و به نظر می رسد که در چند روز یا احتمالاً چند هفته آینده ائتلاف حاکمی بدون وجود آقای نتانیاهو تشکیل شود. راون ریولین رئیس جمهور اسرائیل سه گزینه در پیش دارد. انتظار می رود او در روزهای آینده وظیفه تشکیل دولت را به یکی از رقبای نتانیاهو واگذار کند. او همچنین می تواند از پارلمان یا کنست بخواهد که یکی از نمایندگان را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند یا اینکه در نهایت دستور برگزاری یک انتخابات دیگر در پاییز را صادر کند. بنا به گزارش‌ها نتانیاهو چند بار آشکارا از نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای یامینا خواسته بود تا با او اعتلاف کند و حتی ابراز آمادگی کرده بود که یک سال از و وزیری کنار رفته و در چارچوب کابینه چرخشی آن پست را به آقای بنت واگذار کند به گزارش اسوسییتد پرس رئیس جمهور اسرائیل امروز با یایر لپید رهبر حزب یشعتید و نفتالی بنت دیدار کرده و از آنها خواسته تا در اسرع وقت پیشنهادهای خود را برای تشکیل کابینه اطلافی ارائه دهند. شهرام بهرامی نژاد صدای آمریکا واشنگتن